قاسم سلام. سلام سلام، چطوری ارمان؟ خوبی؟ خوبی خوبی. حسنم. من چون دیدم تو از همون اول حاضری، گفتم این موضوع رو اصلا بیارم. من معمولا اول برنامه یه مونولوگ دارم، ولی گفتم این موضوع رو بیاریم با هم بحث بکنیم که ببینم شاید میاد نقدی هم بتونید از من بکنید تو این موضوع. نقد کردنت سخته ولی سعی ما میکنم. سخته منقدم. من میخواستم یه نقد از جبهه خودمون بکنیم دوباره، که اگه مقدار طرفدارمون زیاد شد من بتونم با این کارم طرفدارانمون رو از دست بدیم. مثلا موافقم همیشه با نقد خودی. موافقم نقد خودی موافقه. خیلی خوب. من یه چیزی رو که توی جبهه خودمون میبینم، جبهه البته یه چیزی هم اول بگم، کلمه جبهه رو استفاده نکنی بهتره، چون فکر میکنم ما جبهه گرفتیم. نقد اول گرفتیم. آها، چه اشکال داره جبهه گرفتن؟ جبهه یه جوری نماد جنگیدنه دیگه، ما که جنگ نداریم با کسی. خب جنگ عقیدتی دیگه. حالا بالاخره وقتی میگی جنگ، ببین کسایی هم که میان مثلا میگن مخالفا رو میکشن، میگن ما داریم جنگ میکنیم دیگه. خود الان همین چندین بار دیدیم توی فرق داره، معنیش فرق داره، ولی تداعی کننده اون جنگه. این کسایی که میبینی مخالفا رو مثلا میکشن، خیلی وقت یعنی اگه مثلا تو انگلیسی اگه ما میگیم battle of ideas، نباید بگیم بخاطر اینکه داریم میگیم جنگ عقاید، یعنی بخاطر اینکه معنیش ممکنه خشونت باشه. جنگ عقاید ما استفاده میکنیم برای اینکه اتفاقا داریم میگیم در به جای جنگ فیزیکی جنگ عقیدتی داریم میکنیم، که اتفاقا اینجوری این کلمه رو استفاده میکنیم که بگیم این جنگ خوب به جای جنگ بده. نه، منظور اون حسیه که کلمه ایجاد میکنه، معنی دقیقش رو اینجا میدونم چیه، ولی هر کلمه معمولا یک معنی دومی داره که تو ذهن آدم میذاره دیگه، یعنی معنی مستقیمش فقط نیست، یه تأثیر جانبی در واقع کلاترالی داره دیگه. یه چیز دیگه بگو آقا. اگه بخوام اینجوری گیر بدیم، خیلی سخت صحبت کردن سخت میشه، چون هر چیز رو ما استفاده بکنیم ممکنه یک مفهومی داشته باشه که مستقیم منظورم خودمون نباشه دیگه. ما وقتی داریم این همه میایم سیگنال میدیم که ما دوستانه با کسایی که اختلاف نظر داریم رفتار میکنیم، دشمنی باشون نداریم دیگه، این همه واضح اینو میگیم، باید هنوز باید مراقب کلماتمون باشیم، حتی اگه به این واضحی داریم صحبت میکنیم. آره، من بارها دیدم این خدا باوران میگن که آقا این یک جنگه، یعنی بارها من دیدم از افراد مختلف که میگن این بحثایی که میکنیم، میگن این چی داریم میگیم؟ صدای تق تق میاد. داری این چیزی نیست. بارها دیدم میگن که این در واقع به قول تو این برخورد آرا که میگن برای ما مثل یک جنگه، ما در حال جنگ با کفار هستیم، ولی ما که جنگ نداریم که. خب من معمولا میگم جنگ، من میگم جنگ، من اسم من جنگ عقاید زیاد. خب حالا چیزی دیگه میگودی. روش فکر کنم. من هنوز شروع هم نکردم. قبل صفری من. آره، مثلا من اصلا هنوز نگفتم نقدم چیه. حالا بذار یه ذره وقت بده من این نقد رو بکنم. خب باشه، بگو، من میتونم صحبت کنم. من داداش. نه باشه باشه. خب من خواستم نقد خودی بکنم از گروه، از خودیامون. خب از کسایی که از براندازا. خب نه ماشونا، ما خودمون براندازیم. ولی من یه موقع از این کانالای اینا رو که نگاه میکنم، حرفاشونو که نگاه میکنم، تحلیلاشونو که نگاه میکنم، یه چیزی که به نظرم میاد خیلی اعتقاد دارن بین ما خودیامون، همین براندازامون، که یه تحلیل به نظر من بسیار سطحی هست از سیاست‌های آمریکا. خب و میان فکر میکنن که مثلا دموکرات ها خب مثلا اسلامگران و اسلامگران و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و ریپابلیکن ها به فارسی میشه چی؟ جمهوری خواه ها؟ جمهوری میشه اون جمهوری خواه. جمهوری خواه های حزب دموکرات داریم و حزب جمهوری خواه تو آمریکا. اون حزب جمهوری خواه که همون ریپابلیکن ها، فکر کنم ریپابلیکن همه میشناسن، اونا مثلا سخت و علیه اسلام و مثلا جمهوری اسلامی، یعنی به نفع ما براندازا هست که چون که دموکرات ها خیلی
مثلا نرم رفتار میکنن با جمهوری اسلامی، یا یعنی اینکه اینا مثلا گروه های اسلامگرا رو دموکرات ها خیلی ازشون طرفداری میکنن. چند تا مثلا تو تاریخ مثلا میارن که فکر میکنن همش اینجوریه دیگه، ریپابلیکن ها طرفدار اسلام ضد اسلامگرا هستن، دموکرات ها هم میان از اسلامگرا ها دفاع میکنن و یکی از اونها هم چیزه جمهوری اسلامیه. خب که مثلا چیزی هم که همیشه هم تو مثال دارن تو ذهنشون، یکی کارتر بود که علیه شاه اومد از جمهوری اسلامی دفاع کرد، یکی هم اوباماست که خیلی روی تظاهرات خیابانی زمان خودش رو موقع خیلی فشار استفاده نکرد که فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و برانجام هم زیرا اون شروع شد. و به نظرش میرسه که آها پس دموکرات ها هم تو تاریخ همیشه تو ذاتشون این بوده که از جمهوری اسلامی بیان دفاع بکنن و ریپابلیکن ها به نفع براندازه هست، برای که اونا میان فشار میارن. و دیدن ترامپ هم مثلا هی سری حرفای میزد که به نظر خیلی شدید بود علیه جمهوری اسلامی، بعد دیدن چقدر حیف شد که ترامپ دوباره نیامد تو قدرت، برای اینکه این بهتر بود علیه جمهوری اسلامی، که حیف شد که بایدن اومد. خب که من میخوام بگم که این واقعا سطحی ترین روش تحلیل این موضوع هست. خب و من یه چیز دیگه هم بگم، من هنوزم میگم خیلی الان فکر میکنم بخاطر اتفاقاتی که افغانستان افتاده نشون باید داده بشه به کسایی مثل من که من اشتباه میکردم، میگفتم بایدن بهتر از ترامپ و الان اثبات شده. من یه چیزی همین الان بگم، هر کسی که از ترامپ دفاع میکنه یا کاملا یعنی آگاهیش زیر صفره، خب یا اینه یا اینکه نمیتونه ادعا بکنه که طرفدار سکولاریسم هست یا طرفدار حقوق مثلا ترنس ها هست یا اینکه طرفدار آزادی بیان و اینجور چیز هست. یعنی واقعا شما ناآگاه هستین از سیاست هایی که ترامپ دفاع میکرد ازش، یا اینکه سکولار نیستین، خب یا اینکه تحلیلاتون احمقانه است. خب ببینید کدومشونه. خب اگه طرفدار سکولاریسم نیستین، اگه طرفدار حقوق ترنس ها نیستین، اگه طرفدار آزادی بیان نیستین، خب بیان واضح بگین که نیستین دیگه، برای همین از ترامپ دفاع میکنین. ولی اگه طرفدار این چیزا هستین هنوز از ترامپ دفاع میکنید، یا احمقین یا ناآگاه، این واضحه. یعنی خیلی بیان با منم بحث کنین که بگین این اینجوری نیست. خب ولی من اینم اضافه کنم به چیزی که میخوام بگم، این قاسم تو حالا من اینا رو گفتم، حالا قاسم ممکنه بیاد بگه من این عقایدو دارم الان اینجا بهش گفتم از تحلیل احمقانه است. تو این چیزا رو نظرت چیه؟ تو اینا رو قبل از اینکه من بیام بررسی کنم که چرا این حرفا مزخرفه، تو بیام نظرتو بگو گفتنی حالا. واقعیتش اینه که یه همچین نگاهی هست، داره یه همچین نگاه کلی هست که همه میگن جمهوری خواها خیلی تندروان، اهل جنگن، اصطلاحا کله خرابن، همیشه رو میخوان برزن، من میخوان دنیا رو مال خودشون کنن، مال نمیدونم استثمار و این چیزا هن. ولی دموکرات ها خیلی اهل مماشاتن، خیلی کوتاه میان، اهل جنگ نیستن، میگن همه رابطه دوستانه داشته باشه. من موضوع بحثم این نبود اصلا، من موضوع بحثم درباره طرفداری از اسلامگرایان من جمله جمهوری، یعنی وارد اون بحثا اگه بخوایم بشیم تحلیل مالی یه ساعت طول میکشه. آره آها باشه. نه این که بگی اینجوریه به نظر من خیلی قانون کلی وجود نداره، چون که در واقع حالا هر فردی که میاد بالا اول دنبال منافع در واقع کشور خودشه دیگه. حالا اینکه مردم از روی کاری که مثلا جورج بوش کرده بود یا اینکه کارتر کرده بود یا اوباما، مخصوصا اوباما خیلی تاثیر داشت روی این ذهنیت، بیشتر دنبال اینن که ببینن کدومشون به نفعشونن. مثلا اینه که میگن ترامپ، حالا نمیدونم ترامپ اگه بود خوب میشد اینا میرفتن، نگاه میکنم ببینن موقع ترامپ جمهوری اسلامی تو بیشترین موقع ضعف بود، یعنی تو ضعیف‌ترین حالتش بوده. معلوم این همچین احساسی دارن که نه که دفاع از اسلام باشه، یعنی اسلام گرایی خیلی توشون نیست به نظر من. خب بذار من مثالایی که میخواستم بذارم، برای اینکه ما یه چند تا مثال زدیم از کارتر و اوباما، من الان مثالایی هم بذارم درباره اینکه چرا این سیاه و سفید نگاه کردن به این موضوع کاملا کار بی خودیه. خب شما اگه میخواییم بیان کارتر رو مثال بزنیم برای اینکه اومد از جمهوری اسلامی علیه شاه دفاع کرد، خب شما کارتر که دموکرات بود، خب بیان یه مثال ریپابلیکنش هم بزنیم. خب
ریگن که یک ریگن اصلا خدای ریپابلیکناست، یا جمهوری خواه، حزب جمهوری خواه آمریکا، که من از این بعد دیگه میگم ریپابلیکن دیگه و راحت تره. خب که ریگن برایش الگوی تمام، یعنی انگار کردن اینو کردن مثل پیغمبر اسلامشون، یعنی هر کسی نزدیکتر بشه سیاستاش به ریگن بیشتر ریپابلیکن، هر کی دورتر بشه ریپابلیکن کمتره. خب ریگان ها کردن الگوی این که کی ریپابلیکن واقعی هست، کی ریپابلیکن واقعی نیست. خب البته ادعاشون ها خیلی موقع هم اینجوری نمیکنه. قاسم اگه میشه خودت میتونی مثلا صحبت کنی. آره صدای خشخشی داره، آدامس داری باز میکنی. ما همین ریگان هم اگه مثال بزنیم، حالا خیلی الان مثلا دارن مثال میزنن که بایدن الان مثلا به نفع طالبان شد. خب یه ذره این کسایی که این حرف رو میزنن یه ذره برن تاریخ بخونن کی بود که مجاهدین رو پول بهشون داد علیه کمونیستا، که مجاهدین اصلا شدن مجاهدین تو افغانستان. این ریگن ریپابلیکن ها بود که اصلا اینا رو شروع کرد. حالا اون موقع مجاهدین اسمشون طالبان نبود، طالبان بعدن از بین همه مجاهدین به وجود اومد، ولی ریگن بود که اینا رو اصلا گنده کرد. خب و عربستان سعودی و ریگان اومدن به از پاکستان استفاده کردن که گروهان مجاهدین رو انتخاب بکنن. خب اصلا همین مشکلات مجاهدینی که الان ما داریم توی افغانستان به خاطر یکی از دلایلش همون کارهای آدمای مثل ریگان بود. خب البته همه‌شون نمی‌خوام بزنم دست ریگان، بخاطر اینکه قبل از اون تقصیر کمونیستای شوروی سابق بود، که اصلا که افغانستان به این وضع رسیده اولش تقصیر کمونیستا بوده، خب بعدش تقصیر مجاهدین بوده، مجاهدین هم این بلای مجاهدین هم تقصیر ریگان بود که اومد انداخت سر. ببینید شما حالا مثلا میگین که کارتر رو هی میخوام مثال بزنن که چرا مثلا دموکرات ها طرفدار اسلامگراها هستن، خب ولی ریگان اومد اصلا به این مجاهدین اصلا پول داد، براشون اسلحه خرید. یعنی این کجا اون کجا؟ حالا مجاهدین افغانستان رو بذارین کنار، همین ریگان برای ملاهای جمهوری خود اسلامی اسلحه خرید. خب این نمیدونم که این تاریخ اینو من میدونم، تو قاسم تو تاریخ این کانترا افرز رو میدونید، ماجرای کانترا که ریگان به طور غیر قانونی علیه قانونای خود آمریکا یه جوری از پشت پرده یه گروهای توی یه کشور دیگه اومد براشون پول یه جوری، حالا داستانش طولانی، اسرائیل هم اتفاقا ازش استفاده کرد، یعنی از لاه اسرائیل اومد پول داد برای ملاها اسلحه اینا خرید. خب اینو میدونستی قاسم؟ کانترا فرزو؟ نه این داستانشو خیلی دقیق نمیدونم، فهم میدونم اون قبلا با هم دیگه همکاری های زیادی داشتن، حتی اینو که میگن مکبر اسرائیل زمان جنگ از خود اسرائیل اسلحه میخریدن، یعنی همکاری های پشت پرده زیاد داشتن. یا مثلا همون داستانی که داشتن میگم همکاریشون با طالبان، اصلا تولید شکل گرفتن طالبان یه جوری برای مقاومت کردن جلوی کمونیست ها بوده دیگه، میخواستن که کمونیست ها توی افغانستان خیلی قسمت دستشون نگیرن، از این کارو زیاد کردن. آره ولی من میخوام روی این موضوع تمرکز کنیم، برای اینکه اینو خیلی نمیدونن، هر کسی اینو نمیدونه برین تحقیق کنین، برین بگردین دنبال ماجرای ایران کانترا. خب ماجرای ایران کانترا رو برین نگاه بکنین، ریگن که یک جمهوری خواه بود، خب برای به دولت جمهوری اسلامی اسلحه فروخت، خب و به طور غیر قانونی، یعنی جوری به طور غیر قانونی بر خود قوانین آمریکا از طریق اسرائیل. البته من یه جواب احتمالی بدم به در جواب این، میگن که جمهوری خواها دنبال جنگه، اونو دلشون میخواد جنگ باشه. ببین نه این تحلیل ها سطحیه که بیایم کلی بگیم جمهوری خواه اینجوری، میگم جواب احتمالی این افراد رو دارم میگم نه جواب خودم، میگم جواب احتمالی این افرادی که همچین حرفی میزنن میتونه این باشه. نه خب مثلا دو دوران اوباما مثلا درون استرایک ها بیشتر شد نسبت به قبلش. ببین اینا رو ما نمیتونیم، من دارم اصلا بحثم این نیست که حالا مثلا کیا کدومشون بهترن، من دارم استدلال من علیه کلیگوییه. خب من مثالی که دارم میزنم مثالی نیست که بگیم آها پس ببینید جمهوری خواها اینطوریه، دموکرات ها اینطوریه، اینجوری اصلا نمیتونین کلیگویی در هیچ کدوم از این حزب اینجوری صحبت بکنید. برای هر دو تاش مثال نقض هست، درسته من میگم این چیزی که مردم دوست دارن. آره مردم دوست دارن همه چی رو ساده بکنن، سیاسفید درش. مثلا آیت‌الله بی بی سی دیگه این نگاه صفر و صدی رو خیلی دوست دارن. دقیقاً برای که همه چی راحت میکنه، برای اینکه تحلیل رو راحت میکنه. مردم دوست دارن فکر کنن بذار من حرفم تمام، این حرفم میشه. مردم دوست ندارن فکر کنن که احمقن، برای همین اگه دنیای سیاست یه چیز ساده باشه اینا میتونن توجیه بکنن که چرا همه چی رو فهمیدن. اگه همه چی سیاسفید باشه
فهمیدنش راحت‌تر میشه و احساس احمقی شما کمتر میشه. برای همین به جای اینکه خودشون آگاهیشون رو بیشتر بخوان بکنن، دنیا رو میخوان ساده‌تر بکنن. البته همه هم نه، خیلی اینجوریه. بگو قاسم. یکی از دلایلی که اصلا خیلی عادی ساپرس میشه، یعنی کنجکاویش از بین میره، یه جواب ساده بهش میده و تمام. نگاه صفر و صدی هم همینه دیگه. اینکه میگن مثلا جمهوری خواه همه دنبال جنگ، دموکرات ها همه فلان، این برای اینکه طرف قانع میشه، ذهن خودش قانع میکنه که این جواب رو به دست آورده، دیگه هم دنبال جواب نمیره. و یه عادتی هم هست که همه دارن دنبال اینن که از ذهنیت خودشون دفاع کنن. مثلا شما بگی یه جوابایی میارن که بگن نه اینی که من میگم درسته، کلا جواب لقمه حاضر آماده راحت تره دیگه، حالا هر چی باشه. درسته. من برم سراغ مثالای بعدی که ما الان مثال تاریخی زدیم، کارتر رو با ریگن مقایسه کردیم، یه میذاره توی نزدیکتر الان. خب اوباما و ترامپ و بایدن هم بخوایم مقایسه کنیم، مثلا این مشکلاتی که الان مردم دارن اینه که اوباما و بایدن بر طرفدار برجام بودن، خب ولی ترامپی که قرار بیاد نجاتشون بده از جمهوری اسلامی ضد برجام بود. اینم کسایی این حرف رو میزنن که اصلا حالیشون نیست، اصلا اخبار رو دنبال نکردن و آگاهی ندارن. خب ترامپ مشکلی با برجام نداشت، ترامپ مشکلش با برجام این بود که اوباما برجام رو امضا کرد، نه اینکه برجام نمیخواست. ترامپ خودش میخواست یه قرارداد دیگه با جمهوری اسلامی ببنده. خب ببین ترامپ، ببین اوباما اومد فشار حد اکثری که فشارهای این سانکشن چی میشه، تحریمایی که علیه جمهوری اسلامی بود و فشارها رو استفاده کرد که بخواد یه قرارداد ببنده. ترامپ هر کاری که اوباما میکرد رو میخواست اسمش خودش روش باشه. این موضوعی نبود که نمیخواست قراردادی با جمهوری اسلامی نباشه، میخواست این قرارداد اوباما نباشه، میخواست قرارداد خودش باشه. بر همین برگشت دوباره فشارها رو زیاد کرد که جمهوری اسلامی دوباره برگرده که بیاد یه قرارداد دیگه با ترامپ امضا کنه، نه اینکه قرارداد اصلا امضا نکنه، نه اینکه برجامی نباشه، میخواست به زیر اسم خودش باشه. خب شما فکر می‌کنید این حرفایی که گنده‌ای که علیه جمهوری اسلامی می‌زد به خاطر این بود که هیچ وقت حاضر نمی‌خواد هیچ برجام مثلا با جمهوری اسلامی داشته باشه؟ شما برین همه حرف این مثلا شما فکر می‌کنید خیلی مثلا قشنگ حرف زده علیه جمهوری اسلامی، شما برین حرفش علیه کره شمالی نگاه بکنید، به شدت شدیدتر بود حرفی که علیه سر کره شمالی زد. یک ذره کره شمالی نشون داد خب حالا باشه بیاد با یه عکس می‌گیریم، همه رو گذاشت کنار، رفت همه چی بهشون داد. خب یعنی جمهوری اسلامی یه ذره پا میداد مثل این کره شمالی، ترامپ میومد پا میشد سفر میکرد تهران، عکس میگرفت با همه ملها، عکس میگرفت میومد به آمریکا، به مردم آمریکا میگفت دیدین من فشار آوردم اینا با من، حالا یه برجام خیلی برجام بسیار بهتری با من امضا، بهترین قرارداد با من امضا کردن. قراردادی که با اوباما امضا کردن چرت بود، ولی قراردادی که با من بستن بهترین قرارداد بود. همینجوری میگفت هیچ، میگفت هیچ قراردادی تو طول تاریخ بعد قشنگیت قراردادی که من با جمهوری اسلامی امضا کردم، همه میای کالی باشون دست میداد عکس میگرفت. البته جمهوری اسلامی هیچ وقت همچین کاری راضی نبود با ترامپ بکنه، ولی اگه حاضر بودن ترامپ از خودش بود که بتونه بیاد نشون بده که داره با آخوندا عکس میگیره و یه قرارداد بهتر، قراردادم هم همون میبوده، یعنی فقیر هم نمیکرد. ببین مثلا اینا رو من با بر اساس کارهای دیگه ترامپ میگم. ببین مثلا ترامپ اومد میگفت نفتایی که مثلا قراردادی که بین مکزیک و کانادا و آمریکا امضا شده بود، میگفت این بدترین قرارداد تو دل تاریخه. برای چی؟ به خاطر اینکه زیر دموکرات ها مثلا امضا شده بود. خب بعد میگفتش که اینو باید عوض کنیم، اومدن یه ذره عوضش کردن، بعد همون نفتا رو یه چیز دیگه کرده که دقیقا شبیه همون بود، یه ذره چیزاش عوض شده بود، میگفت حالا این بهترین قرارداد دنیا شد. خب بدترین قرارداد بود، من یه ذره عوضش کردم زیر اسم من، حالا شده بهترین قرارداد دنیا. همین کارم با جمهوری اسلامی میکرد، چون اون قرارداد زیر اوباما نوشته شده بود، میگفت این بدترین قراردادیه که میتونستیم با جمهوری اسلامی باشیم. میخواست کلی فشار بیاره اونو بندازه دور، یه دونه قراردادی که تقریبا هم میتونست این همون باشه زیر اسم خودش بیاره، بعد میگفت این بهترین قراردادی بود که ما میتونیم. شما فکر کردیم مثلا ترامپ قرار بود مثلا بیاد جمهوری اسلامی رو برانداز بکنه؟ اصلا خواب دیدین همتون، واقعا خواب دیدین؟ نه، این فقط میخواست یه قرارداد زیره. یعنی اینا رو من بر اساس کارهای دیگهش میگم، و بر اساس کاری که با کره شمالی کرده و بر اساس قرارداد دیگه کرده، اینجا هم همین انتظار بود. خب پس نظرت چیه قاسم درباره این؟ آره این ترامپ که خب مشخصه دلش میخواد همه چی به اسم خودش انجام بشه، اصلا اینکه حالا جمهوری اسلامی رو تحریم میکرد، شدیدترین تحریم‌های تاریخ، که مشخصه با کره شمالی همون کار رو کرد، خب با ایران هم همون کار رو میکرد. اصلا این حرکتش یه جورایی منو یاد اون تحریم شدن قند انداخت.
که توی ایران یه آخوندی معروفی بود اسمش یادم رفت که مصرف قند رو تحریم کرد و گفت این حرامه. بعد که درصدش رو دادن پرسنتش رو راضی شد گفت نه قند رو بزنین توی چای حلال میشه. اون قند همون قنده. خب این الان ترامپ هم تقریبا همون کار رو میکنه دیگه، قراردادایی که به اسم خودش نیست و میزنه توی چای حلال میشه، میشه به اسم خودش، میشه بهترین قرارداد. با ایران هم به نظر من آره احتمال زیاد همون کاری رو میکرد که بکر شمالی کرد، میخواست یه عکس بگیره براش تبلیغی بشه که دوره بعد بتونه دوباره رأی بیاره. یعنی خیلی براش مهم نبود که میخواد براندازی بکنه، نه میدونه خیلی راحت جمهوری اسلامی یه گزینه ای داشت تو جیبش همیشه که ترامپ راضی کنه، آمریکا رو اصلا راضی کنه، خیلی راحت باش کنار می اومدن. اصلا اینکه بخواد مثلا به خاطر مردم ایران یه کاری بکنه، یعنی خیلی حرف ساده لوحانه ایه که فکر کنن یه نفر مثلا آمریکا دنبال اینه که بیاد هزینه کنه برای مردم ایران که چی بشه، و مردم ایران مثلا آزاد بشن، چه فرقی برای آمریکا داره مثلا. این حرفاییه که خیلی میگم محلی از اعراب نداره، خیلی نمیشه بهش توجه کرد، ولی متأسفانه زیاده خیلی دارن. اگه آمریکا مثلا حقوق زنان تو ایران براش مهم بود، خب چجوریه که با عربستان سعودی انقدر نزدیکه؟ میدونی مثلا چه؟ آره با عربا داداشه. نه حالا با عربا نگیم، با عربستان سعودی. نه عربستان منظورمه. آره چون که بعضی از کشورهای عربی واقعا حقوق زنشون از ایران به شدت بهتره. خب ولی عربستان سعودی رو اگه نگاه بکنیم، هم از لحاظ حقوق بشری، هم از لحاظ حقوق زنان، هم از لحاظ حقوق همجنسگرایان و ترنس ها با ایران، با جمهوری اسلامی بسیار رقیبه. ولی اگه اینا واقعا میگه که آها اینا آره دلشون برای حقوق زن تو ایران سوخته، آره جون خود، پس چرا میان عربستان سعودی رو میکنن سر حقوق سران حقوق زنان توی United Nations؟ میدونی یعنی با رأی خود آمریکا، یعنی اصلا مسخره است کسی همچین تصوری بکنه. اگه اینا حقوق بشر براشون مهم بود مثلا چرا بس اینا هم زیر ترامپ بوده ها؟ خب یعنی اگه اینا مثلا اسلام اینا ضد اسلام گرایی، ترامپ که از با عربستان سعودی که از همه از هر کسی قبل خودش بیشتر نزدیک شد، بزرگترین قراردادای طول تاریخ جهان توی اسلحه رو ترامپ با عربستان سعودی نوشت. چه آره اینا ضد اسلامگراها هستن جون خودتون، اینا طرفدار حقوق بشرن. ترامپ بود که اومد حمایت از عربستان سعودی رو برای جنگ تو یمن از هر رئیس جمهور قبل از خودش بیشتر کرد. البته این چیز بگم توی این موضوع هم اوباما جنایتکار جنگیه، هم ترامپ. خب توی موضوع حمایتشون از عربستان سعودی تو جنگ یمن، خب یعنی آره حقوق، یعنی فکر نکنین که اینا مثلا یعنی شما اگه میخواستین فکر کنین که مثلا ترامپ برای حقوق بشر تو ایران مهمه، اصلا هیچ آگاهی از هیچی ندارین با اگه کارنامه ترامپ رو نگاه بکنید. آها این کره شمالی رو هم یه چیز دیگه بگم. کره شمالی وقتی که ترامپ با کره شمالی مثلا رفت عکس گرفت و چند تا قرارداد و اینا امضا کردن، هیچ چیزی از کره شمالی نگرفت. خب هیچ چیزی از کره شمالی نگرفت، یعنی هم از کره شمالی هیچی نگه، یعنی فقط کلی به نفع کره شمالی شد، برای اینکه برای اولین بار تونستن نشون بدن که مثلا دولت آمریکا اینا رو بهشون یه قبول داره، یعنی کاملا بهشون اعتبار داد بدون که هیچ قولی بتونن حتی از کره شمالی بگیرن. یعنی واقعا مسخره ترین قراردادی بود که میتونست ببنده. همین کارم ترامپ با طالبان کرد. خب الان خیلی هم میگن که چرا الان بایدن داره میره بیرون، باید نباید الان میرفت بیرون، چرا اینجوری رفت بیرون، چه کار اشتباهی کرد؟ این قرارداد ترامپ بود، آخه شما کجایین؟ خب ترامپ بود که رفت با طالبان قرارداد بس که قراره می 31 بود یا می بیاد بیرون از افغانستان. خب ترامپ بود و هیچ چیزی از طالبان تو این قرارداد نگرفت به غیر از یه قول، یعنی نه ازشون خواست. ببین ترامپ، دولت ترامپ رفت با طالبان قرارداد بست بدون اینکه دولتی که خود افغانستانی که خودشون گذاشته بودن اونجا و خودشون داشتن حمایت میکردن، اصلا اونا رو سر میزن نیوردن، به طور مستقیم رفتن با طالب، ترامپ به طور مستقیم رفت با طالبان قرارداد، انگار که اصلا این دولتی که این همه مثلا 20 سال روش کار کردن انگار هیچی، یعنی گذاشتنش کنار. طالبانو به رسمیت شناختن، ترامپ بود که طالبانو به این شدت به رسمیت شناخت با اون قرارداد. شما برین عکس پامپئو رو با طالبان نگاه بکنین، اگه بایدن یه همچین عکسی با اونو داشت الان تمام کسایی که اینقدر ضد بایدن اصلا موهاشون رو میکشیدن بیرون از عصبانیت. پامپئو رفت با طالبان عکس گرفت، ببین 5000 زندانی طالبان رو ترامپ آزاد کرد بدون که هیچ چیزی از طالبان بگیره. 5000 تا
اینا همشون هم تروریست بودن، یعنی همجوری الکی مثل آدم های عادی طالبان نبودن، کسایی که سند داریم که اینا کارهای ضد حقوق بشری کردن. اینا رو گفت من میرم اینا رو آزاد میکنم 5000 تاشونو بدون هیچ شرط شروطی. نه بدون هیچ شرط شروطی، یک شرط. چه شرطی؟ قول بدین داعش رو و القاعده رو تو افغانستان حمایت نکنیم. قول به ما با همین لحنم بود گفته بودن. آره یه قول قشنگ جلوشون، یعنی اون قراردادی که ترامپ با طالبان بست، حالا قرارداد برجام توی ایران طرف اون تارلاینر تونروها میگن که چرا ضمانت نگرفتین ازشون. ترامپ که قراردادش خیلی بدتر بود که اون از یه امضا نگرفت از طالبان، فقط قول گرفت آقا جون مادرتون کاری نداشته باشین نذارین اونا بیان داخل. همین بعد به نظر میرسه یه جوری قرارداد بس که خراب شه سر بایدن، میدونی؟ یعنی میدونست این قرارداد، یعنی تاریخش یه جوری بس که دیگه همه چی سر اون خراب شه. گذاشت یک ماه بعد از اینکه رئیس جمهور بعدی قرار بیاد، یعنی این یه کاری که این رئیس جمهور بعدی اصلا یک سر فرصت نداشته باشه بتونه این کار کنه. واقعا یک آدم نمیتونم بگم احمق، چون به نظر من سینه‌ام بود، یعنی یک آدمی بود که سیاست خودش براش از جون مردم به شدت مهمتر بود. ببین نذاش توی ترمی که خودشه از افغانستان بیان بیرون، چون که هر حکومت آمریکا، هر دولت آمریکایی از افغانستان میامد بیرون یک فاجعه میشد. خب برای همین هر رئیس جمهوری میخواست بذاره نفر بعدی. خب برای اینکه هر رئیس جمهوری از افغانستان میامد بیرون میدونستن قرار فاجعه بشه، یعنی مهم نیست کی میامد بیرون، هر کسی میامد بیرون یه فاجعه دستش میافتاد، و اون فاجعه که دستش میامد معنیش میبود که توی آمار محبوبیتشون به شدت میامد پایین. خب برای من میخواستم یه ذره نگه دارن که رئیس جمهور بعدی مجبور بشه بیاد بیرون، نه خودشون. این ترامپ هم از همه بدتر بود، برای اینکه گفتش که ما میایم بیرون ولی ترم دوم من یا یک ماه بعد از ترم اول رئیس جمهور بعدی. یعنی واقعا ببین یه بایدن هم باید بهش یه چیزی گفته، چون ما بین این چیزی که الان ما داریم میبینیم واضحه که هیچ چیزی نمیتونست افغانستان رو نگه داره، یعنی هر رئیس جمهوری میومد بیرون این افتضاح به وجود میومد، و این افتضاحی که به وجود میومد باعث میشد که مردم آمریکایی که میخواستن دولتشون از افغانستان بیاد بیرون، چون وقتی میدیدن چه فاجعه‌ای شده اومدن بیرون، یه مقدار اون محبوبیت اون رئیس جمهور بیاد پایین، که الان هم میبینیم محبوبیت بایدن به شدت داره میاد پایین. خب یعنی یک جرأت سیاسی میخواد که کسی بیاد بیرون وقتی که میدونه هزینش چیه، هزینش ممکنه که برای حزب خودش کلی از لحاظ سیاسی هزینه داشته باشه. خب و بایدن هم چون همیشه میخواست از افغانستان بیاد بیرون، نذاش مثلا بگه ترم بعدی یا اینکه دموکرات بعدی، گفتش که من یعنی این کارو باید تو ترم خودم بکنم، درسته که این هزینه رو قرار بدیم و کلی هم یه فاجعه هم میشه و محبوبیت منم میام پای. البته بایدن هم یه مقدار خیلی روی این حساسیت داشت، بخاطر اینکه پسر خودش هم توی جنگ از دست داده، یعنی بایدن هزینه جنگو دیده. خب و این یه چیزی که بهش خیلی اعتقاد داشت که این جنگ رو ما باید ازش بیاریم بیرون، و اتفاقی هم که افتاد نشون ببین خیلی هم فکر میکنن که این اتفاقاتی که داره میفته معنیش اینه که مثلا نباید میامد بیرون، اتفاقا برعکسه، به خاطر اینکه اتفاقاتی که افتاد نشون داد که 20 سال دیگه هم میموندین همون موقع که میامد بیرون همش میریخت به هم، یعنی اگه بعد از 20 سال و این همه هزینه شما نتونستین یه چیزی بسازین که بتونه افغانستان رو نگه داره، 40 سال دیگه هم میموندین کاری نمیتونستین بکنین، یعنی هیچ چیزی نمیتونستین نگه دارین، هر کسی میومد بیرون یه فاجعه اینطوری اتفاق میافتاد. بعضی میگفتن خب بعضی زود بگو نه این همون دموکراسی از بالاه دیگه، یعنی 200 سال هم شاید اگه میموندن کار نمیکرد، فقط مردم افغانستان وقتی تو هم آماری که نشون دادی 99% احکام شرعی میخوان، یه درصدی زده بود که 37% مردم افغانستان قتل ناموسی رو موجه میدونن، یعنی شما فکر کن برای همچین مردم رو بخوای مثلا حقوق زنان بیاری، خب نمیشه دیگه، شما چقدر میخوای بازور براشون آزادی رو اینا بیاری؟ باید نداشت این دموکراسی از بالا که به نظر من باید از پایین به بالا باید از پایین به بالا باید از پایین کاره بنیادی میکرده. حالا بچه‌ها میخوان بالا پایین به بالا خراب شد، خب یعنی اولا با کمونیستی خراب شد و از پایین به بالا خراب شد، یعنی چیزی که شوروی سابق اومد با این سربازایی که مثلا آموزش دید فقط تو جنگ آموزششون نداد، از روز عقیدتی هم روشون کار کرد و سالها این طول کشید که ببین افغانستان واقعا داشت پیشرفت میکرد یک زمانی قبل از اینکه شوروی سابق بیاد اینجوری داغونش بکنه، واقعا توی راه پیشرفت اصلا غیر قابل باوری بود. خب این عقاید کمونیستی اومد اصلا واقعا همه چی ریخت به هم،
از پایین به بالا، یعنی این عقاید همینجوری رشد کرد رشد کرد رشد کرد و همه چی ریخت به هم. یعنی سه تا رقابت عقیدتی بود، همین عقاید اصل روشنگری که داشت از آمریکا میومد و آمریکا هم داشت میکرد این عقاید رو توی مدرسه ها رواج بده، شوروی سابق داشت عقاید کمونیستی رو توی بین سربازا داشت رواج میداد و یه عقاید هم داشت از مصر میومد بین ملاها تو مسجدا داشت، این اسلام گرایی هم تو مسجدا داشت رواج پیدا کرد. این سه تا عقیده بودن که داشتن با هم رقابت میکردن. اولش همون اسلام گرایان موفق نشدن، اولشون کمونیستا بودن که به شدت موفق شدن و بعد که شکست هم خورد کمونیستا، تو اون خلایی که به وجود آوردن اسلام گرایی رشد کرد، آمریکا هم اون موقع اومد کمک کرد، بهشون هزینه داد و پیروزشون کرد علیه کمونیستا و اسلام گرایان اومدن از هم بالا همه چی رو گرفتن. این چیزی که حالا هم درست نمیشه. نه دیگه، اونا کار زیربنایی کردن و دوران جوابشون میگیرن. حالا آمریکا هم هر چقدر بخواد بیاد از بالا شاخ و برگا رو بزنه، وقتی از درون جامعه داره این افکار هی تولید میشه، شما هر چقدر کسی که میاد بالا رو بزنی باز از پایین داره تولید میشه دیگه. باید یه کار زیربنایی بکنه که متاسفانه معمولا هم طول میکشه، به این راحتی ها نیستش. حالا اگر بگو. اجازه بدیم ما بریم. بچه‌ها عبد مجید میگه بالا باش با هم باشیم، نمیدونم هر جور راحت مجید همه رو بیارم بالا، محمد و مجید هم بیارم بالا. حالا قبل از اینکه بیاری من یه جمله بگم. مگه بگو نقد کنیم، میگه یه جمله اولش گفتی کلاسایی که طرفدار ترامپن ضد همجنسگرا و ضد زنن، یا شما یا طرفدار ترامپی یا نه سلا... نه نه درست گوش نکردی. نه گفتم خب بگین طرفدار چیز دیگه ضد همجنسگرایی هوموفوب این دیگه. نه من گفت نه درست گوش نکردم، من اینجوری سیاسفیدش نکردم، گفتم یا ناآگاهید. خب همین اینو گفتی ناآگاهی. من بذار من حرفم تموم بشه که واضحه که بتونی درست نقد بکنی. خب گفتم گزینه‌هایی که من دارم، ببین من سیاسفید نکردم، گفتم اگه طرفدار ترامپ این پس نمیتونی پس ضد سکولاریسم هستین یا ضد حقوق ترنس ها هستین یا ضد آزادی بیان هستین. خب من اتفاقا حواسم بود که فقط سیاسفیدش نکنم، گزینه‌های مختلف دادم. اگه گزینه چهارمی هم وجود داره به من بگو که اضافه کنم. خب یا ناآگاهید، خب که مثلا ترامپ از چه چیزایی دفاع میکرد. خب یا اینکه استدلالتون احمقانه است. خب یا اینکه طرفدار سکولاریسم یا حقوق ترنس ها یا آزادی بیان اینا نیستید. خب به خاطر اینکه ترامپ یک کسی هست که به شدت ضد سکولاریسم بود، تمام قاضی ها رو که انتخاب میکرد هم توی بالاترین دادگاه و هم توی دادگاه های دیگه، همشون کسایی که بسیار راستگرای دینی، ضد حقوق زن، ضد حقوق ترنس، ضد حقوق همجنسگرایان بود. خب اینا شما ممکنه آگاهی نداشته باشین، به شدت علیه آزادی بیان بود، کسی بود که میخواست بگه که میگفتش که باید غیرقانونی بشه اصلا مثلا آتش زدن پرچم آمریکا، کسی بود که میگفتش کسایی که جورنالیستن و میان ازش نقد میکنن اینا رو باید گواهیشون ازشون بشه گرفت. البته ببین خوبیه با آمریکا اینه که یک رئیس جمهور این کاری که ترامپ خواست بکنه رو نمیتونست بکنه، یعنی سیستمای آمریکا انقدر قویه که یک کسی مثل ترامپ که یک همچین کاری میخواست بکنه قابلیت این کارا رو نداشت، ولی خودش به واضح میگفت که این انگیزه رو داره. یک چیزی هم که گفت، اینو من نمیدونم شما میدونی یا نه، ترامپ به فرمانده های خودش گفت که این کسایی که تو خیابون دارن تظاهرات میکنن رو برین تیر بزنید و این فرمانده ها بهش گفتن که نمیشه این کارو کرد. ببینید چه آمریکا خوبیش به اینه، آمریکاش خوبی آمریکا، سیستم آمریکا به اینه که یک احمقی مثل ترامپ نمیتونه بیاد خرابش بکنه به اون شکل. خب البته خرابکاریاشو کرد، ولی ببین ترامپ اگه توی یه سیستم دیگه بود میومد یه دیکتاتور کاملا دیکتاتور میشد، ولی آمریکا یک محدودیتایی داره که یک کسی مثل ترامپ نمیتونه بیاره. ترامپ به فرمانده‌هاش گفت اینا که تو خیابون هستن، جلوی وایت هاوس، جلوی کاخ سفید هستن، دارن تظاهرات میکنن و گفت بریم تیرشون بزنید. اصلا فرمانده‌ها شوکه شده بودن که چی داره میگه، من نمیتونم بگم چیکاری بکنیم، تو کجایی؟ این آمریکاست، ایران که نیست که. خب یعنی اینا رو شما یا نمیدونید یا اگه میدونید دارین این ازش دفاع میکنید، خب طرفدار آزادی بیان نیستین دیگه، مگه یا اگه احمقید که نمیبینید که این چجوری علیه آزادی بیانه. گزینه چهارمش چیه قاسم که من نفهمیدم؟ نه اون ناآگاهی که گفتی معاملات مادران رو زره کامل کرد، چون جمله‌ای که گفتی که اینجوری من یاد جمله رهبر انداخت که
چند سال پیش گفته بود در جواب آقای رفسنجانی. رفسنجانی یه بار یه توییتی گذاشته بود فکر کنم، گفته بود که سیاست آینده سیاست موشک نیست، سیاست مذاکره و این چیزاست. که بعد چند روز بعدش رهبر سخنرانی داشت گفت کسی که میگه سیاست آینده سیاست موشک نیست، اگر نمیدونه نادانه و اگر میدونه خائنه. این جمله من یاد این گزینه ناآگاهی که گذاشتی جمله رو کامل کرد دیگه، همون دو گزینه اگه بود. خب من کامل ترش هم میکنم، یا کامل ترش هم میکنم، یا ناآگاهی یا استدلال توی این احمقانه است. خب خب میشه ناآگاهی دیگه تقریبا. نه یعنی تصمیم اشتباه در من کلش در یک کاتگوری میذارم. نه ناآگاهی با احمق با استدلال احمقانه فرق داره. خب یا طرفدار سکولاریسم و آزادی بیان و حقوق ترنس ها اینا نیستی؟ خب از اینم کامل ترش میکنم. گزینه چهارم یا یه گزینه ای که من به ذهنم الان نمیرسه. خب یعنی دارم ادعای ندونستن هم میکنم، ممکنه یه گزینه چهارم من دیگه در نیار گزینه خالی میذاشتم. حالا حالا یه جور راحتی من اگه مجید میگه باش بالا ولی لاچادی کمی شلوغه، من میخوام برم پایین یه سری بزنم. اول یه دونه رو البته تایمات گذاشتم حافظ شیرازی، بعد بخ حافظ که آیدش اینجا استفاده میکنه. من الان محمد هست بعد مجیده، من الان میارم محمد. باشه باشه، فعلا قاسم مرسی که اومدی. قربانت، مرسی، خداحافظ.